واکنش‌های احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیایی در سوریه موضوع بحث در یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بود که دیروز در واشنگتن برگزار شد. همکارم فرهاد پولادی که برای تهیه گزارش به این نشست رفته بود، نظر برخی از کارشناسان را نیز در مصاحبه‌های اختصاصی پرسیده است. کلیفرد می بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در پاسخ به سال بخش فارسی صدای آمریکا در مورد محتمل بودن حمله آمریکا و هم پیپانانش به اهداف مستقر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در صورت آغاز عملیات علیه سوریه گفت که این امر جزء ضرورت‌های محدود کردن توان نظامی دولت بشار اسد است به نظرم پایگاه های نظامی ایران در سوریه باید جزو اهداف حملات قرار گیرند زیرا اقدامی که اسد انجام داد بدون چراغ سبز ایرانی ها صورت نمیپذیرفت به نظرم ایرانی ها و روس ها مسئول بخشی از این حمله هستند البته گمان نمی کارشناسان و مستشاران روس حرف قرار بگیرند اما پایگاه های مورد استفاده ایرانی ها و یا حتی برخی از پایگاه های روس ها هدف قرار خواهند گرفت این را هم بگویم که روس احمق نیستند و پرسنل نظامی خود را به جای امتری خواهند برد اما تجهیزات ارزشمندشان احتمالاً هدف حمله قرار خواهند گرفت که همکنون توسط پرزیدنت ترامپ و مشاورینش در حال برنامه ریزی است جانسان شانزر نایب رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی و مدیر پژوهش این اندیش کرده در پاسخ به همین سال صدای آمریکا میگوید به احتمال قوی در صورت حمله کشورهای غربی به سوریه در پاسخ به حمله مشکوک شیمیایی به شهر دوما این اسرائیل است که تلاش خواهد کرد پایگاه های ایرانی در سوریه را نابود کند خیلی بعید می دانم که آمریکا و دیگر قدرت های غربی هدفگیری گیری پایگاه های موشکی ایران را انجام دهند. این اقدام عمدتا توسط اسرائیل صورت میگیرد. آنچه ما در سوریه شاهدیم چندین صحنه درگیری همزمان است. جنگ علیه داعش با محوریت اعتلاف بین المللی جنگ علیه اسد که در حال گسترش است و جنگی که اسرائیل درگیر آن است اسرائیل با هدفگیری آنچه خودشان سلاح‌های های تغییر دهنده مسیر جنگ مینامند درگیر جنگ است بهنام بن طالبلو پژوهشگر مسائل ایران در این اندیشکده علاوه بر تاکید بر ضرورت هدفگیری پایگاه‌های ایرانی میگوید شناسایی این اهداف برای آمریکا و اسرائیل دشوار نخواهد بود خیلی خلاصه بگویم این کار حتما باید انجام شود ایران با بهرهگیری از وضعیت جنگی داخلی سوریه از بازیگری که نقشش ارسال تسلیحات برای حزب الله با هدف برهم زدن منطقه بود به عامل ایجاد و استقرار پایگاه نظامی در سوریه تبدیل شده است بنابراین این هدفگیری این پایگاه ها باید صورت پذیرد که به خاطر مشخص بودنشان اقدامی آسان برای نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در صورت حمله فراگیر بود. جیم وزیر دفاع آمریکا بهرهگیری از گزینه نظامی را رد نکرده است. آمریکا حدود یک سال پیش و در پاسخ به حمله شیمیایی در شهر خان شیخون در سوریه که واشنگتن دمشق را مسئول آن شناخت، حمله محدودی انجام داد. در آن حمله 59 موشک کروز به پایگاه هوایی شلیک شد که گفته شود از آنجا حمله شیمیایی انجام گرفته است. فرهاد پولادی صدا آمریکا